پسر اسطوره ایران، لیگ دوی اسپانیا، نجات امیر عابدزاده. سلام و درود خدا بر شما باد. آقا داخل این ویدیو واسه اولین بار می‌خوایم نجات یک بازیکنی رو بریم داخل یک ویدیو که دروازه‌بان و قراره که خودمون دروازه‌بان باشیم، اما امیر عابدزاده توی تیم پونفرادینا بازی میکنه که توی لیگ دست دوی اسپانیا که اصلا این بازیکن بنده خدا اصلا تو چش نیست، مگه تو تیم ملی اومده تو جام جهانی؟ نه تو جام جهانی بهش بازی میرسه نه تو تیمای مطرح، و حتی تیم خودشون هم که توی لیگ دست دوی اسپانیا هستش 18ام جدول تیم 22 تیم است، یعنی در حال انقراض هم هستن. پس ما کارو کردیم امیر عابدزاده رو آوردیم داخل پی اس 21، 29 سالش کردیم، پای راستیه و به اضافه این که توی تیم ملی ایران هم عدش کردیم که تیم ملی هم دعوت بشه. حالا معلوم نیست شاید بازیش خوب باشه، دعوت میشه بازیش خوب نباشه دعوت نمیشه. به نظر تو میتونیم این بازیکنو به تیم های مطرح و جایزه فردی و عناوین باشگاهی بزرگ برسونیم؟ خیلی خوب، اولین بازی ساعت 6 بعد از ظهر توی ورزشگاه التوراین، بکنم التوراین باشه، ساعت 6 بعد از ظهر بازی داریم با رئال سوسیداد. اگه شما نکنم بگیرم که امیر عابدزاده در حال فیکس هستش یا نیستش. تو اولین بازی امیر عابدزاده امیر عابدزاده تو ترکیب هست. بریم واسه اولین بازی در حال سوپر استار. نکو خودش میگه پانفرادا، من میگم این تلفظش احتمالاً اشتباهه، ما داریم بد تلفظ میکنیم، پانفرادا باشه اسم کنم اسم تیمش. ولی امیر عابدزاده مشاهده میکنه با فیس زیبای خودش، خوشگل‌تر از همه است، ماشاءالله. بله امیر عابدزاده در اون دروازه واسطه، خود امیر عابدزاده ببینیم که در این بازی اول آقای مهدی خان میتونه خوب دروازه‌بانی کنه یا نه، که ما البته عقبه بعدی داریم در دوران دروازه‌بانی، ولی خودم طلای نقره دروازه‌بانی رو دارم، خدایی دارم میگم. بعد یه کاشی گرفته میشه برای تیم اسمش هم یادم رفت، پونفرادینا. الیسان میشه از سمت راست رو دروازه امیر عابدزاده، بعد کاری نمیتونم بکنم، گل میزنه. بله تیم اسمش رو بلد نیستم، گوشتم اونجا هایی ازش بخونم. گل زدیم آقا، من نمیدونم گل زدیم. مرسی مرسی شما رو دارم. بعد یک پاس پشت مدافعین، نباید بذاریم که توپ بیاسم دروازه ما، چرا انقدر رفتیم جلو؟ آقای امیر عابدزاده برمیگره سوی محوطه 6 قدم از سمت چپ، میخوان رو دروازش نفوذ بکنن. امیر عابدزاده از این کار آیا میدهد یا که خیر، یا علی بگی جلوشو، اگلوش امیر عابدزاده میگیره، چقدر زیبا تک دست رایزی داپینگ شوت در آورد، داپینگ شوت. الان دارن اونا با ما حمله میکنن، ما از خودمون نشون میدیم سرمربی بفهم، ما هم چیزی در چنته داریم. ببین همیشه در دروازه‌بانی من اینو یاد گرفتم، میگن که باید حتما یه تیر رو نگهداری، یعنی حواست به یه تیر باشه، اون یکی تیر رو به امان خدا ول کنی دیگه، بالاخره همینه. یا علی برگشت. ماشاءالله امیر عابدزاده، خودم دروازه‌بان بودم میدونم کجا بگیرم، خودم بودم میدونم. بابا پان فرادو یا پونفرادینا ما میگیم. بله نیمه اول به تو میرسه با برتری 1-1 پان فرادا پونفرادینا و دو تا سیو امیر عابدزاده اون پای نمیشه. آقا این به خود داره میگه پونفرادو داره میگه. بله شب میشد چراغ خانه ها روشن میشود، چقدر زیبا. به این نکته توجه نکرده بودم واقعا، دیدی دارم میگم ما. بیا انجلو مرد داشتیم، بیان خود شوت بزنین، تک به تک کنین، راست میگین. نه در دفاع رو خالی نکنین، اینو تک به تک نکنن، یه ذره بریم جلو. به منم پاس برسون برگم شایزه دادم پاس اشتباه، دوست داشتم پاس اشتباه بدم، همینی که هست. به تو چه ربطی داره؟ بگیرش عمو جان، برادر بگیرش، سان نکنه ها، سان بکنه کارمو تمومه. بی جلو شو بابا، من نمیبینم چیزی، برین کنار. اوه بره بابا دیگه، تو هم مسخره کردی ما رو. ماشاءالله امیر عابدزاده، ساند کن جان من، سلام کن، یه تجربه ساند داشته باشیم. بابا چقدر دوربینه زایه است، مثلا هیچی نمیبینم، دروازه نیا بیرون، خاک تو سرم کنن، چه کاری بود کردم من؟ صاف و تو چجوری زدی؟ من سریع اومدم این و سریع رفتم اون بر. ماشاءالله روحیه بده تیم بره بالا. غلط کردم همینجا بتمرگم. یا علی برمیگرده دور میزنم، دوباره با میرسونه رو به عقب، رو به جلو میفرستم واسه شو. امین عابدزاده اونجا توپ رو میگیره. بعد امین عابدزاده اینجا جایگیری کرده، همون داخل دروازه وای میسته و میدونه که جلوتر بره خطرناک میشه. سانت رو بکش برام، پدرت بکش سانت رو دیگه. مرسی دف، چه مشتی میکنه امین عابدزاده. جان هر دوست داری یه گل بزنی تمام شه بره، من اضافه بشم بی کورنر بدین اضافه بشم. او برگرد وضعیت خطرناکه. ای تو بشه بابا، بگی تو دو اچ تام شد دیگه، ما هم اضافه میشیم از همین ورمون داریم میریم رختکن، کاری نداری خدا نگهدار. یک بازی مساوی شد، نمیدونم چند تا بازی سخت انجام بدیم. آقا ما رسیدیم به این، پس یه دونه مذاکره واسه امیر عابدزاده اومده، ببینم که از کدوم تیمه، از خود این تیم خودشون داره میگه تمدید کنم، ما نمیخوام تمدید کنیم، بخاطر چی؟ بخاطر اینکه 20ام جدولن تو نیم فصل، و خود امیر عابدزاده هم زیاد خوب کار نکردم تو که میگه نمره 6 بوده که نمره 6 واسه این دروازه‌بان کمه. در پاس انتقال ببینم کدوم تیم میتونم ببرمت که یک کمی تجربه کسب کنی، یا یک لیگی ببرمت که لاقل بتونی قهر
قهرمان بشی. ببینم میتونم توی تیم جهان بخش ببرمش که هم بازی جهان بخش بشه و تو ترکیب اصلی هم راش بدم که فاینورد خیلی هم خوبه، اما تو ترکیب خودشون توی جدول خودشون میبینم چندمه. فاینورد سوم جدولشون و خیلی هم خوب. ببینیم که اگه فاینورد پیشنهادش رو قبول بکنه که خیلی زیبا میشه. نخواست انتقال به فاینورد سه روزی جوابش میاد. بله گرفتم آبوزدار، فکر کنم گرفت آبوزدار، احتمال بسیار زیاد گرفت آبوزدار. بله فاینورد گفته که 3 میلیون دلار به شما میدیم که به دلار الان چقدر میشه؟ بله گفته 90 میلیارد بیا. پذیرفتن و رفتن به فاینورد. خدا نگهدار تیم چرت و پرت که اسمت اول نبودیم. اوه اوه با تیم صدر جدول بازی داریم همین اول بازی. الان بازی رابطی خیلی خوب میشه. بعد میره واسه کنفرانس مطبوعاتی با کود و شلوار و کروات امیر آبادزاده عزیز با فیس بسیار زیبای خودش در کنفرانس مطبوعاتی حضور پیدا میکنه. ببینید که به عنوان دروازه‌بان اولین بازیکن تو اولین بازیش که با صدر جدول بازیدار فاینورد قرار میده تو درگ میونه، چقدر لباس دروازه‌بانشون قشنگ نارنجی هم بود. بله یک لبخند ریزی میزنه، یکی از فیسای بسیار زیبایی که ما تا الان توی بازی داشتیم. چهره آقای امیر آبادزاده با دندونهای بسیار زیبا، بله دستش رو میده بدون اصلا شفاییم قرارداد امضا کردن و رفت و گفتم ما قبول نمیشون و سرم امیر آبادزاده هست. من از آقا فاس جدید در زندگی هم هیان زده ام. یه تشکر بزرگ از هواداران به خاطر خوش آمدگوییشون. بیای تاریخ ساز باشیم همه با هم. چرا همه ایرانی ها میگن تاریخ ساز باشیم؟ بریم واسه اولین بازی بریم که امیر آبادزاده در دروازه فیکس هست یا نه. بله فیکسه، بله آبادزاده رو فیکس گذاشته و جهان بخش هم فیکسه. به به هیچ پاس گلایی به تو بدم جهان بخش. بله بازی شروع میشه در یک ورزشگاه یک مقداری آبرومندتر، البته این لوله مولاشو نیستم ولی بریم سراغ ویدیو. به به آبادزاده رو نگاه کن. به به بله امیر آبادزاده داره مشاهده میکنید با شماره 12 در این شماره من عوض کنین من شماره رو عوض بشه. ولی امیر آبادزاده با اقتدار زیاد در درون دروازه جایگیری میکنه. پاس بده رو به عقب، نده به رو به عقب، برو جلو. اوه اونا صدر جدول هستن، شوخی نگیر آقای امیر آبادزاده. تریکو میبنده میرم واسه سانت کردن. بازیکنمون بعد بره توپو بگیره. دو نفر اونجا چه خلاصی میکنیم؟ برو بگی توپشو. وضعیت خطرناک شد، وضعیت خطرناک شد. رفت آقای امیر آبادزاده دروازه داره ول میکنه. ماشاءالله کچت، ماشاءالله کچت. خب بده من، بده من بابا، بده من. بله امیر آبادزاده چه زیبا باز کرد بازی رو. به به چه دقت بازی داشت. پاس دادی دیگه، حالا چرا قد بده وسط. به 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 بابا علیزاده اما شو سگ بده میشه با دروازه‌بان. ببینیم که جواب این حضرت حمله چی میشه. وا چه گل نشد این توپ. تک و تک و تو دروازه علیزاده جهان بخش. ماشاءالله ماشاءالله علیرضا جهان بخش نگاش یه قابلیت داشت. اینجا میتونستی میتونستی بشینی خیلی باحال میشد. همینجا میشستی و یه پیکی نیکی آقا وسط یا علی حرکت میکنن از اینکه دروازه ما میشه میرسونن به جناح چپ. خیلی خوب بازی باز کردن، میتونن بگیرن و سانت بگن و ما گل بخوریم که اشکال لا که اینطور نشود. تیر یک رو امیر آبادزاده میبنده. امیر آبادزاده روی خط دروازه داره چپ و راست میره، میرن واسه شوت زنی میارن و شوتشون رو میکنن. اکید بابا تو اگه چارچوب هم میزدی گل نمیتونستی بزنی. آبادزاده حمله واسه بازیکنان تیم مقابل که صدر جدول مثلا هنوز نتونستن رو به ما میتونه شوت بزنن که گل بشه. ببینم میتونه که آقای آبادزاده بهترین دروازه‌بان فصل فاینورد بشه، یعنی بهترین بازیکن فصل لیگ هلند یا که نه. میزنن و همه رو داره میخوره که با من بسته بودم. به خدا من بسته بودم. نگاه کن وضعیت سختی داری، بعید میدونم مثلا راحت به این راحتی ها بشه دارون نجات داد. آره یا عبید فز چی میگه آبادزاده؟ هی آروم باشین آروم باشین. چی داری میگی داداش؟ هی آروم باشید آروم باشید. آسات خوبه ها، خیلی هم خوبه. اینکه دروازه‌بانت یک مقدار شیش میزنی تقصیر من نیست. علمی آبادزاده میخواد ضربه شروع مجدد رو بزنه که حسابات میذاشتی لاغه تو به مقصد برسه یه دونه پاس برسه به مازد بشه. اوه اوه امیر آبادزاده در اون رو بزن رفته کوتا کار میکنه، میخواد سان میکنه روی دروازه. آبروی ما رو آبادزاده چه اینجوری کرد؟ چه اینجوری اینجوری شد؟ آبا صبر کن دوربین بد خدا وکیل وایسا هم اینجا ببینم تا اینجوری چیکار میکنه آبادزاده دیگه. میرسونم به جناح چپ سمت دروازه میمون حمله ور میشن و ببینیم که چیکار میکنه. امیر آبادزاده تیر یک رو میبنده، حالا سان میکنه. امیر آبادزاده اینجوری بهتره آقا، اینجوری بهتره، اینجوری بهتره. امیر آبادزاده در اون دروازه وایس داد داشه گلم. او وضعیت خطرناک شد، وضعیت خطرناک شد، بدتر از همیشه. حالا میتونه سان میکنه از جناح چپ. بعد تو بنگر روشون باز کنه. ما چرا نمیرن توی پاشون؟ ماشاءالله آبادزاده همونجا وایسا، همونجا وایسا، وایسا همونجا. آها اومد 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 جمعش کن جمعش کن. عجب احمقیه بابا. برو برو بسر جان، برو بسر جان. نه نه کجا داری میری تو؟ بار تو دروازه. ای بابا میرن توی بازیکن حریف. امیر آبادزاده تیر دو رو باید ببنده. ماشاءالله خوب دروازه‌بانی کردی، خوب بود. درون دروازه، درون دروازه قرار گرفته و بازیکنانه تمام شد. خراب کرد امیر آبادزاده،
خراب کرد، یعنی به معنای واقع گند زد. آقا بازی داریم با آجاکس که بازی قبلو مثل که تو داربی بردش فاینورد. بله بازی قبلو فاینورد بودش یکیش. بازی داریم با آجاکس ساعت 9 شب که آجاکس سمت راست که داریم میبینید چهارم جدول ما، بعد این نتیجه رو حفظ می‌کنیم که اگر اون پدر سوخته اول و دومی نبرن اولیه نبرم ما میسیم صدر. بازی چون مشمی را بازی دارم میگه که یکم افسرده و ناراحت شده، نمیدونم چرا بنده خدا بکنم دیگه. یکی بعد واسه آقای امیر آبادزاده بکنم میگه افسرده تر از این نشه و شمارش میکنم چون عوض کردن افسرده شده بنده خدا دیگه، باید شمارش عوض میکردین قضاوتا. واه اول فاز چه برگردونی زد ماشاءالله. اوه وضعیت داره خبخیم میشه با تون از ایران راست حرکت کردن با تون آجاکس. چهار داره ما اسکول داره دور خوش میجاره اصلا من نمیبینم اونا رو. بله امیر آبادزاده ماشاءالله ذره تادیچ رو در آورد. ببینید تادیچ که یه بازیکن آجاکسیه. آها آقا از اینجا من راحت تر میتونم دروازه‌بانی بکنم. یا علی باگو یه لحظه داشته باش، اینجا رو نگاه کن حالا اینجا رو نگاه کن. وایس صبر کن مونده هنوز. نگاه کن پا رو، نگاه چجوری میشه فقط. یا علی پا رو نگاه کن، این چه وضعشه این. نیمه اول تمام میشه و تو برتری امیر آبادزاده. یا علی آمد، خبری در راه هست مثل اینکه. بده من ارزه این کارا رو ندونی شما. بگیرش انصافا بگیر. این وضعیت خطرناکه تادیچ دور میزنه و آبادزاده در اون دروازه قرار گرفته. ببینم چیکار داره میکنه آبادزاده. برو دروازه‌بان. مرسی آبادزاده، مرسی پلنگ آسیا. نده بهش نگهدار توپو. بده من همینجا اومدم خودم کمکتون کنم. اونجا اسکول نمیتونی کاری بکنی. امیر آبادزاده حرکت میکنه. غلط کردم خطا شد. شوت بزن گلشه بازی ببری. داداش رفت بابا داره میاد تک به تک الان میشه با دروازه. تک به تک شد و رفت. آقای آبادزاده اونجا حضور پیدا میکنه، توپ رو دوباره در میاره از چنگال دشمن. رفت اومد الان گل میزنه. خب اوه امیر آبادزاده ماشاءالله رو میگیره. عزیز جان بخش خالی هستش اونجا، ترجیح میده که زمینی کار نکنه، اونجا حریفای خود را میترسونه. مرسی آبادزاده نو بهترین آبادزاده بهترین بازیکن زمین بود آبادزاده بشه. چی دارم میگم؟ بهترین بازیکن زمین بود آبادزاده بشه. بله بهترین بازیکن زمین امیر آبادزاده. همینا میخواستم. بله ساعت 5 دقیقه به 7 شب تو ورزشگاه خودمون با میلان بازی داریم. لیگ اروپا و برای اولین بار امیر آبادزاده لیگ اروپا رو میچشد. گذاشتی تو ترکیب یا نه؟ گذاشتی نداشته تو ترکیب برام پدره. آها چی شد یکیش باختی؟ بفرما بیا این دروازه‌بان که آورده بود تو بازی برگشت شما را بده. بازی برگشت با میلان تو زمین اونا یکی چم بازی رفت خورده بودیم. ان شاء الله که من راه داده باشی امیر آبادزاده بتونه تیم لیگ اروپا چشید بچشه. بله امیر آبادزاده این دفعه گذاشتی تو بازی رفتم بعد منم داشتی آقای اسکول مقابل زلاتان ابراهیموویچ بازیکن بسیار شوت‌زن خطرناک که در ترکیب حضور داره. اول فصل بله بازی شروع میشه. امیر آبادزاده در کنار زلاتان ابراهیموویچ وارد زمین میشه بنده و آبادزاده در این بازی یک مقداری روحیه بالاتری داره. داره این برنامه رو نگاه میکنه، لیگ اروپا چه شکلیه، چه مزه‌ایه، داره میچشه اون مزه رو. بازی شروع میشه، زلاتان ابراهیموویچ بازی رو شروع میکنه. امیر آبادزاده رو در اون دروازه مشاهده میکنی. آقای محترم اگر میخوای ببری باید بگی شیشلو. چرا داری دفاعی باز میکنی؟ چه خینگ این سرمربیه. اوه توپ رسید به زلاتان ابراهیموویچ. تک به تک میشن حالا با دروازه ما و بلش کنه. ببینیم که چه خواهد شد. بازی داره به وسط میاد و امیر آبادزاده داره دروازه رو خالی میکنه، اشتباه داره میکنه و امیر آبادزاده کاری نمیتونه بکنه داداش. بگیرش خطرناکه. بگیرش ماشاءالله زلاتان ابراهیموویچ قشنگ لوله کنه اون وسط. ماشاءالله واسه فاینورد دارن گوشه رو خالی میکنن. قشنگ خالی کردن گوشه رو، میرن واسه سانت کردن. ببینیم که چیکار میکنن به وسط میارن. وضعیت خطرناک شد. امیر آبادزاده در اون دروازه یک تجدید نظری باید بکنه راجع به وایسندش روی خط دروازه. ماشاءالله همینا میخوام. داد به زلاتان فاتحه دروازه رو بخونین وقتی میده به زلاتان. یا علی بگی دیگه. خب زودتر رو گیره داشت ما استرس گرفتیم. تمام 0-0 بازی تمام میشود.
گرین مرین کجا؟ اینا هم که 10 تای اول نیستن. بریم ان شاءالله که اینم ببریم. بله ان شاءالله که بردیمش. بله فاینورد میره صدر جدول. جام حذفی هلند نیمه نهاییش، هر کسی این بازی رو ببره بازی حذفی، هر کسی این بازی رو ببره میرسه به فینال جام حذفی و احتمال این هستش که ما بتونیم حداقل دوگانه رو ببریم. فعلا که صدر جدول هستیم، اونجا میتونیم یه جام ببریم. اگر نیام پایین و اینجا هم اگر بتونیم به فینال برسیم یه جام ببریم، میشه دوگانه و همین رابطه بسیار در یک تیم عوض کردن نجات پیدا میکنه. ساعت 18 در ورزشگاه آژاکس بازی داریم، ببینیم که آقای آبادزاده فیکس هستن یا نیستن. دوباره بودش بیرون گذاشت. بودشش تو. بازی شروع میشه مقابل آژاکس. این ویدیو میتونه خیلی خوب تموم بشه. یا علی، یا علی عمر خالیست. تمام رفت واسه تک به تک شدن با امیر آبادزاده. امیر آبادزاده میبنده. ماشاءالله. برین دعا کنین آبادزاده در مورداتون هست، وگرنه تا الان 6 تا بعد میخوردین. البته اونو یکی زدم ولی من نمیدونم چجوری 6 تا میخورن. سانت روه تیر اول امیر آبادزاده مشت میکنه توپو. بگی وسطو بگی وسطو بگی وسطو بگی وسطو بگی وسطو بگی وسطو بگی. ماشاءالله آبادزاده، ماشاءالله، ماشاءالله. همینه میخوایم ازت. از سمت چپ قصد نفوذ دارم به سمت قلب دفاع حریف. برسون رو به جلو احمق، کاپیتان تو خیر سرت. آها نه نه، همون شوت، همون شوت. تمام علی جهانبخش گل میزنه، گفتم گل میزنه. میرسی علی جهانبخش توی دروازه علی جهانبخش داره میرسونه بازیکن آژاکس رو. ببخشید فاینورد به فینال. امیر آبادزاده داره بازیکن تشویق کنشون بابا گل بزنن دیگه. توی دروازه گل بعدی رو زدن به کاپیتان تیم، بهترین بازیکن تیم این کاپیتان. ماشاءالله دو بار هیچ نیمه اول تموم نشد، هنوز داریم میریم به فینال. یکی خب بس تموم شد. بریم تو رخکن، بریم تو رخکن، کار داریم باتون. دو تا سیو داشتم. خب درک کنین اشاره میاد بریم بعد از هر دو تا سیو. ماشاءالله علی جان بخش، ماشاءالله، ماشاءالله، ماشاءالله علی جان بخش بهترین بازیکن این بازی. مرسی علی جان بخش، علی جان بخش سر ضرب. ماشاءالله آقا این چیزی زده، این چیزی زده به خدا، انقدرم خوب بازی نمیکنه ها. او به سمت چپ امیر آبادزاده تیر یک رو میبنده، خودش توپو گرفت. حالا پرتو دست های بلند به سمت چپ میرسونه بازی رو. توپو خطرناک است، خطرناک است. به آبادزاده میرسونه رو به جلو و تمام است و میرن به فینال، فینال جام حذفی هلند. بله بهترین بازیکن علیرضا جهانبخش، آبادزاده نمره 6 و نیم. اوه خوردیم به کسی که دوم جدوله. خیلی خوب میرسیم به فینال جام حذفی هلند که ما همچنان صدر جدول هستیم. میرسیم به راست مقابله کنیم و تیم دوم جدول همون تیمی که ما الان با تو فینال باشون بازی داریم. خیلی خوب نمیشه، ما باید مستعد باشیم. بازیکن فاینورد یعنی امیر آبادزاده در مورد فینال پیش رو مقابل فلانی گفته که این یه بازی خیلی سیار مهم واسه ما، ما قصد داریم تهاجمی بازی کنیم. تو از کجا میدونی؟ خیلی خوب امیر آبادزاده مثل همیشه در رکیب فیکس به اضافه علیرضا جهانبخش. بله بازی شروع میشه و امیر آبادزاده یک مقداری باز دور افسرده است، نداره زک میخوره زیر لب و ببینیم که در این بازی بسیار خشمین و جنگنده بازی خواهد کرد یا نه. جام رو مشاهده نمی‌کنیم. فکر کنم که اصلا این جام جهانی جام حسی و اسکوچ رو جام نمی‌ذارن. این چه مسخره بازی. یک سرود بسیار زیبا داره خونده میشه. اینجا جام رو مشاهده می‌کنیم. امیر آبادزاده از همه قد بلندتره. بازی شروع میشه و ما از این تیم زخم بدی خوردیم، چرا که این اولین تیمی بود که ما باهاش بازی کردیم و امیر آبادزاده در اون بازی باعث شد تیمش ببازه و اینجا اومده که جبران کنه و تلافی کنه اون باختو. بگیرش جان من نیادا. یو اول فصل بابا بگیرش. علیرضا جهانبخش شوت میزنه و گل نمیشه. چقدر داره این بشر خوب بازی میکنه، چپ و راست میزنه تو گل. خود علیرضا جهانبخش حرکت کرده و شوتش رو میزنه. چقدر داره خوب بازی میکنه. بابا اینا خطرناکن، با اینا شوخی نکن آبادزاده جان. مرسی امیر آبادزاده، سری برسون علی جهانبخش. آن برو بگی توپشو. او خیلی خطرناک شد آقا. این پنالتی نکشه، پنالتی بگیشه کارتون تمام ها. رومن حساب نکنی پنالتی، اصلا رومن حساب نکنی پنالتی. علیرضا جهانبخش پاس بده بهش، میره واسه تک به تک شدن. برو خواهشم برو. چی شد؟ مرسی جهانبخش چه گولی میزنه. مرسی جهانبخش بهترین بازیکن فاینورد، حقا که بیلیاقتن اینا. فاینورد میاره رو به جلو، دوباره رو به جلو تر به خودشون. علیرضا جهانبخش حرکت میکنه و پاس رو میدن به وسط، شوتو میزنن توی دروازه.
مرسی تمام از تو، داریم قهرمان فینال جام حذفی هلند میشیم. امیر آبادزاده جان چطوری؟ خوبی؟ من خوبم، تو خوبی؟ آبادزاده با دروازه چه بسته نگه داره که چرا؟ بله دروازه‌بان حریف هم اضافه شده و سان میخواد انجام بشه روی تیر چندم. آبادزاده دفع میکنه، میگیره و توپو میرسونه رو به جلو. ببینیم که ما میتونن ضد حمله بزنن یا نه. که بله، قهرمان جام حذفی میشه، قهرمان جام حذفی با کلینشیت امیر آبادزاده. ماشاءالله، همینا میخوایم ازتون. بله، از یک تیم در پیت اومد توی فاینورد و درخشید و فیکس بازی کرد و جام حذفی رو تسخیر کرد. بریم واسه جامی که از لیگ میگیریم و دوگانه رو تکمیل کنیم. بله امیر آبادزاده خوشحاله. بله امیر آبادزاده بغل میکنه کاپیتان، گفت اگه داش حرفی زدم دیگه من رو ببخش به بزرگ، یه خود شما کاپیتان هستی، بالاخره ما روشش مجاد داری دیگه. بله عکس تیمی با امیر آبادزاده، امیر آبادزاده ترند میشود و سرتیتر روزنامه های ایرانی و خارجی میدرخشد برای کلینشیت خود در این بازی و تشویق ایسلندی هوادارا. اگر که این بازی رو ببریم یا مساوی بکنیم قهرمان میشیم، اما اگر این بازی رو ببازیم و اون تیم دومه ببره ما قهرمان نمیشیم، پس باید این بازی رو بازی بکنیم. امیر آبادزاده میره سراغ آخرین بازی خودش در این لیگ، ببینه که میتونه همچنان بدرخشه و واسه قهرمانی جشن بگیره یا که نه. در چه ورزشگاهیه؟ ورزشگاه کیه؟ ورزشگاه فکر کنم خودمونه، نه ورزشگاه فاینورد نیست، نه ورزشگاه اونا، ما تو ورزشگاه اونا باز داریم و همه تماشاگرهاشون هم اومدن که روحیه ما رو ضعیف کنن. اما کور خوندیم، امیر آبادزاده افسردگیش از بین رفته و با شادی و خرسندی در این بازی حضور پیدا میکنه، چرا که بازی قبل ما بردیم، پس اینجا روحیه‌مون بالا. بله امیر آبادزاده با سیس خوشگل خودش از همه زیباتر در بازی حضور پیدا میکنه. این بازی بسیار حساس است. آقا به عقب نده، خب میرسونیم به کاپیتان تیم. چه سانتری هم میکنه. بده جهان بخش، تو اردشو نداری داداش، بده جهان بخش. آفرین، بده دیگه، یعنی هلیکوپتر زن قشنگ. آب تو میرسه به جناب چپ، کاپیتانمون شوت میزنه و چه عجب از اسکوی در اومدی. ای یا علی، بگیر آبزاده، یه لحظه حواظه پرک شد، حواظت کجاست؟ حاجی وضعیت وخیمه، حاجی خدایی وضعیت وخیمه. آبزاده نمیذاره گل بخوره، دفعه بعد میرسه. مرسی آبزاده، آقای آبزاده در اون دروازه قرار گرفته و از اینها چند میخوان سانت رو من روی دروازه، اینجوری که بومیاد سانت رو میخوان بکشن روی تیر یک. کسافت، من اونجا بودم، البته من اونجا بودم. خب ما باید یه جا بندازیم این بازیکنه اسکولمون بگیرن، که من نمیدونم، بذار بدیم الجام باش، الجام باش بدیم بگیره، انشالله که بگیری. آها ماشاءالله چه پاسی میندازه واسه هم ملیتی خود آقای آبادزاده. بله این اصلا هیچ توپ دست نمیرسه، بعد پاتای توپو بخونی بگیر وسطو. بله امیر آبادزاده توپ رو میگیره و علی جامعش اونجا حضور داره. آبادزاده سریعا توپ رو میرسونه رو به جلو. چند ثانیه تا قهرمانی، سوتو باید بزنه دامر، آخرین حمله، بزن سوتو تمومش کن، بزن آقا سوتو بزن. تمام قهرمانی لیگ از آن امیر آبادزاده است. قهرمانی لیگ و قهرمانی جام حذفی هلند فقط با یه دونه تیم عوض کردن نجات دادیم آبادزاده رو. بعد امیر آبادزاده که اونجا تشویق میکنه بچهای خودشونو، جامو ببرم بالا بریم. بله جامو میخوام ببرم بالا، سر آبادزاده اونجا حضور پیدا خواهد کرد، ببینیم که چه میشه. امیر آبادزاده کجا سمت چپ کنم واسه بعد بله جامو میبرم بالا. البته این بشقاب غذاخوری جام نیست، ولی ما قبول داریم. حالا آبادزاده داره مشاهده میکنه که بسیار خوشحال و خرسند، اگه یادتون باشه افسرده بودن خوشحاله. اوکی عکس یادگاری هم میگیرم با حضور امیر آبادزاده. چقدر این امیر آبادزاده رو گفتم، امیر آبادزاده. بله یک عکس یادگاری زیبا، جامو بدیم به آبادزاده. خب چی میشه حالا، ولش کن جامو، جام نیست حالا، بشقاب بدیم آبادزاده هم نگار داره همچی نگاه. حالا شکستنی آلومینیوم دیگه جنسش. ببینم بهترین دروازه‌بان لیگ شدش آبادزاده یا نشدش. فکر کنم نشد، چون دیر اومد. نشد آقا، بهترین دروازه‌بان نشدش، جنباش بهترین بازیکن شدش، جزو بهترین بازیکن‌های فصل قرار گرفت و همین. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشی، اگه از این ویدیو لذت بردی و دوست دارین که چیکار دارن میکنن اونا اونجا، اگه از این ویدیو لذت بردین و دوست دارین که بازیکن‌های دیگه هم نجاتشون رو بریم، حتما توی کامنت بنویسید که کدوم بازیکن باشه. لایک و سابسکرایب کنید چون فرض میشه بدن تو ویدیوهای بعدی. با آمدن من قدمی نو در این گل نهادم، بریم سراغ ویدیو.
ادامه ویدیو. بازیکنان تیم ملی تیم ملی چی میگه اینجا؟ داور چشمبین دهنبین داریم، چشمبین نداریم که. همون دهنبین.